بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و محترم، حضور شما سلام عرض می کنم. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را خدمتتان تسلیت عرض می کنم. از شما دعوت می کنم که با خبرهای امروز از خبرگزاری آوا با ما همراه باشید. ارگ ریاست جمهوری از ناتو خواسته که و حمایت از نظامیان افغانستان ادامه دهد. فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیامی گفته که انتظار دولت افغانستان از نشست وزرای دفاع سازمان ناتو این است که حمایت و تعهد ناتو در راستای آموزش، مشوردهی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه داشته باشد. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به تاریخ 7 و 18 فوریه در مورد پایان بخشیدن و یا ادامه مأموریت نظامی ناتو در افغانستان تصمیم بگیرند. سید عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که واردات کالاهای بازرگانی از گمرک اسلام قلعه به گونه موقت متوقف می شود. او گفت دست کم 300 موتور باربری در جریان آتش سوزی حریق شده و میلیون ها دلار بر بخش خصوصی زیان وارد گردیده. کارکنان اطفائیه ما توانستن 80% موتورهای باربری در این گمرک را از خطر حریق نجات دهند. در همین حال عطا محمد نور والی سابق بلخ خواهان پیگرد قانونی مسئولان گمرک هرات شده است. منابع محلی در ولایت هرات میگوید که طالبان 11 تن از کارگران بند پاشدان را بودند. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایت هرات گفت که این افراد حوالی ساعت 12 بعد از ظهر روز گذشته در شرق بند پاشدان ربوده شده و به ولسوالی پشتون زرقون منتقل شدند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بامداد امروز در صفحه فیسبوکش در پیوند به اعلام جنگ حکمتیار در برابر حکومت گفته که حکمتیار از مرحله راکت زدن به مرحله حرف زدن تکامل کرده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب سیاسی افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری در کابل دولت افغانستان را متهم به عهد شکنی کرد. وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌ای گفته که محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه با راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل دیدار و دو طرف روی گسترش روابط دو جانبه و آخرین تحولات و چالش‌ها در روند صلح کشور بحث و تبادل نظر کردند. اتمر همچنین امروز با سایمومین یاتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان هم دیدار کرد. وزارت دفاع ملی در خبرنامه‌ای گفته که در جریان درگیری‌ها و عملیات‌های نیروهای دفاعی 80 طالب کشته و 36 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که این طالبان در ولایات قندهار، ننگرهار، بادغیس، غور، تخار، بغلان و هلمند کشته و زخمی شدند. همچنین منابع محلی در قندوز می‌گویند که در پی حمله طالبان در پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی امام صاحب این ولایت 7 تن از نیروهای خیزش مردمی جان باختند. یوناما میگوید که 65 کارمند رسانه و فعال حقوق بشر قربانی ترورهای هدفمند شدند. این دفتر افزوده که از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در سپتامبر 2020 11 خبرنگار و فعال حقوق بشری در افغانستان به قتل رسیدند. محمد محقق مشاور ریاست جمهوری میگوید مسئول تمام قتل‌های هدفمند در کشور گروه طالبان است، زیرا هیئت آنان در دور دوم مذاکرات حاضر نشدند. او همچنان تصریح کرد که اگر صلح نشود برای جنگ با گروه طالبان آماده است. اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی که درباره سرمنشأ کووید 19 در چین تحقیق میکند میگوید و داده های کلیدی دسترسی پیدا کردند که نشان می دهد چین همگیری ویروس کرونا را به مراتب دیرتر از آغاز شیوع آن اعلام کرده است. و یک خبر از دنیای ورزش، راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کرکت پاکستان با آن کشور سفر کرد. این نخستین بار است که راشد خان در لیگ برتر پاکستان بازی می کند. راشد خان را تیم قلندرز لاهور خریداری کرده است. بینندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما جهانی سپاس. خداوند یار و نگهدار شما.